همان بهتر که دائم شاد باشیم، ز هر درد و غمی آزاد باشیم، به خوشرویی و خوشخویی در ایام، به خوشرویی و خوشخویی در ایام، همی رو تا شوی خوشدل در انجام. اگر خوشدل شوی در شادمانی، بماند شادمانی جاودانی. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، هموطنان عزیز ما که در ایران هستن، سپاسگزار هستیم که اجازه دادید مهمان منازل شما عزیزان باشیم. متاسفانه به خاطر مشکل فنی که داشتیم با یه مقدار تاخیر در خدمتتون هستیم، اما برنامه امید جاودان در این حال برنامه زنده هستش عزیزان. و در شروع برنامه نیز ما با آقای کوروش زرابی نیز خواهیم بود روی اسکایپ که از ایشون بشنویم نسبت به مسائل ایران و اون امید رو بگیریم که ایمان داریم که هر چه زودتر به فیض خداوندمون نظام اسلامی سرنگون خواهد شد، نظامی که در ریاکاری عمل کرده، از ابتدا ریاکاری کرده. حالا ما 1400 سال رو میسپاریم دست خود مردم تحقیق کنن، تاریخ شناسی کنن، اما این 40 سال که در برابر چشمان ما بوده و هست، میبینیم که چگونه این آخوندها و اینهایی که ادعا دارن نسبت به نظام اسلامی و ایدولوژی اسلامی با ریاکاری عمل کردن. من رو یاد این داستان در اصل افسانه باستانی روم میندازه که اسب تراوا بود که توش ده افراد قرار گرفتن، اون نیروی نظامی مخالف اون شهر و اون کشور، و به اصطلاح فرار کردن. بعد که اون اسب رو بردن وارد اون شهر کردن، این سربازهای قوی، فرمانده ها و همه اینا از اون اسب اومدن بیرون و حمله کردن. ما میبینیم که ریاکاری اینها مانند همین هست که چگونه عمل میکنه. از اون طرف در توی کشور شعار میدن به عنوان اینکه مرگ بر آمریکا، پرچم آمریکا رو آتیش میزنن، ولی از اون طرف فرزندان خودشون رو که متاسفانه هنوز من میبینم که اکثر رسانه ها اونها رو به عنوان آقازاده میگن، ولی من ظالمزاده میگم. چرا؟ ظلمی رو دارن میکنن و این ظالمزادگه ها رو به دنیا فرستادن، به طور خاص در آمریکا هستن با ثروت آنچنانی که از ایران دزدیدن. ولی خوشبختانه میبینیم که ایرانی هایی که خارج از کشور هستن با اون غیرتی که دارن دست به عمل شدن، کمپین اخراج این ظالمزاده ها رو تشکیل دادن، به طوری که برسید به کنگره آمریکا. و این روزها روزهایی هستش که تصمیم آخر، نقطه سر خط، که اینها رو با فیض خداوند برگردونن نزد خانواده های ظالم خودشون. درود میفرستم خدمت آقای کوروش زرابی در آلمان، خوشحال هستیم که با ما هستید آقای زرابی. جناب حیدری، از شما ممنونم که من رو دعوت کردید در این برنامه. خواهش می‌کنم. و امیدوارم که مثل گذشته همیشه گفتگوی خوب داشتم. خاطرات بسیار خوب از گفتگویی که با شما داشتم. متقابلاً. برنامه رو با شما داشته باشیم. متقابلاً. شما در مورد آقازاده ها فرمودید، درباره آقازاده های جمهوری اسلامی که در خارج از کشور هستند. بله. من الان نگاه کردم یه آماری بتونم پیدا بکنم. ممنون. حداقل 5000 آقازاده اصلی ما داریم در خارج از کشور. البته این 5000 تایی که میگم یعنی جزء افرادی هستن که پدراشون در رده های بسیار بالا قرار داره، نه در حتی رده های متوسط. 5000 تا هستن، از اینا حدود 4000 تاشون رکوردشون در کشور انگلستان هست. نه. و باقی اونها هم در آمریکا و کانادا و باقی کشورهای دیگه پخش هستن. من چند تا از این معروفاشون الان اینجا نگاه کردم. یکی از معروف ترین هاشون بچه های حسن روحانی هستن، معروف به حسن بنفش. ایشون یه دختری داره به نام تناز که در لندن زندگی میکنه، یکی دیگه شون به نام مریمه، اونم همینطور. و این مریم من اینجا نگاه کردم نمیشه دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه کلمبیا آمریکا بوده و پس از اینکه با دریافت بورس تحصیلی از مدرسه اقتصاد به لندن میره، اونجا دوباره میاد کار دیگه پیدا میکنه در شعبه دویچه بانک لندن و اونجا خرید و فروش اجناس عتیقه رو انجام میده. میدونید ما بورسی داریم به نام بورس عتیقه جاد که شما مثلا میبینید یه دونه تابلو نقاشی رو میارن اونجا میفروشن به قیمت 10 میلیون دلار. یا برای مثال میان یه کارتی رو که امضای پیکاسو داره مثلا یهو میارن میفروشن برای مثال 300,000 دلار. یه همچین معامله هایی ببینید، اینا بسیار ما
معامله های پرسود افرادی که پول بادآورده دارن اونجا میان شرکت میکنن. بچه های روحانی الان تو این کار هستن خارج از کشور. یکی از کارهای مهمی که انجام میدن ثروت های ملی ایران که دزدیده میشه توسط این سران حکومت، اینها کاری که میکنن خب چون که اعتباری ندارن، یعنی اطمینانی ندارن که توی ایران بتونن بمونن در آینده، و هر آن فکر میکنن سرنگون بشن تکلیف این کار چی میشه، تکلیف پولشون چی میشه، اینا قسمت اصلی پولشون رو، یعنی یه چیزی بین 60 تا 70 درصد پولی که میدوزدن در کشور، اینا از کشور خارج میکنن. و برای همین هم برای اینکه بتونن اونجا شخصی رو داشته باشن که بهش اطمینان کنن، از فرزندان خودشون استفاده میکنن. در واقع اونها یک وسیله هستن برای ترانسفر شدن پول اینها از داخل کشور به خارج کشور. و از اون طرف اونها مشاورانی هم اونجا در خارج کشور دارن که به اونها میاموزن چگونه این پول رو سفید کنن. معمولا پول سفید کردن اینها خیلی راه‌های مختلفی داره. یکی از راه‌هاش همین کار عتیقه است، یا از طریق عتیقه یا الماس. به خاطر اینکه برای مثال میگم، شما نگاه کنید برای یه دونه تابلویی که به قیمت 5 یا 10 میلیون دلار فروخته میشه، این حساب و کتاب و قیمت مشخصی نداره. اینا میان برای مثال یه دونه تابلو رو لیست میکنن، برای مثال من دارم میگم که منظورم متوجه بشن دوستان، اینا به قیمت 5 میلیون دلار لیست میکنن و بعد این رو از یک دست به دست دیگه میفروشن به فاصله مثلا فرض کنید 2 روز یا 5 روز به 10 میلیون دلار. اون فاصله 5 میلیون دلاری که بین اون تابلو وجود داره باعث میشه اون 5 میلیون دلاری که اومده اونجا اون پول رسمیت پیدا کنه، یعنی اون خریدار اون پولی رو که آورده از طریق پاس دیپلماتیک، من دارم تکرار میکنم، ببینید پول عادی رو شما اگه الان برداری فرض کن 10000 دلار تو اروپا 10000 یورو رو برداری ببری تو بانک، از شما سوال میکنن این پول رو از کجا آوردی، از کجا این پول رو در آوردی، مالیاتش چیه. ولی اگر کسی بیاد از طریق پاسپورت دیپلماتیک وارد بشه و بخواد این پول رو در واقع اینجا سرمایه گذاری کنه، اون میتونه در یک قدم در مسیر اولش، در استپ اولش میاد اینو تبدیلش میکنه به یک چیزی، یک جنسی که برای مثال میتونه جنس عتیقه ای باشه، برای مثال میتونه الماس باشه، چیزایی که رقمش بسیار بالاست، ابتدا به اون تبدیل میکنن، بعد از اون اونو میان در داخل اون خاک همونجا میفروشن. چون که در داخل اونجا خریداری شده و یک بار دیگه داره فروش میره، دیگه اینجا لزومی نداره که بخوان توضیح بدن از کجا آوردی، چون مرحله اول در واقع ترانسفر میشه از پاسپورت دیپلماتیک به پاسپورت یک آدم عادی، و بعد از اون پول سفید میشه، پول سفید میاد سرمایه گذاری میشه در داخل در خارج از کشور. ببینید من یه دونه بچه‌ای رو میشناختم، یه آدم خیلی سرشناسی هم میگم نیست، یه پسر جوانی بود اینجا در همین شهر ما زندگی میکرد، ایشون بهشون بگم مثلا پدر ایشون جز حتی آخوندهای درجه یک هم نبود، مثلا میتونم بگم آخوند دست دوازدهم بوده، نه تازه آخوند درجه یک، آخوند دست دهم هم نه، آخوند دست دوازدهم بوده ایشون. ایشون در حدی پول میدازده که ماهی 5000 دلار به معذرت میخوام 5000 یورو پول تو جیبه به این پسر میده، غیر از اینی که یه دونه ماشین بی ام و انداخته زیر پاش، و غیر از اینی که تمام خرج اجاره خونه و اجاره منزل و جایی که میخواد بره اونها رو بهش میده. یعنی حجم، من دارم به شما میگم اصلا رقمی نیست، یعنی کسی نبوده اصلا آدم مهمی باشه. حالا شما اینو مقایسه بکنید بخواد برید تو ردهای بالاترش، ما مثلا من تو همین شهر خودمون فرانکفورت من حداقل خودم 3-4 تاشون رو اصلا میشناسم اینجا هستن دارن زندگی میکنن و هیچ حساب و کتابی نداره. این مسئله آقازاده ها در خارج از کشوری مسئله خیلی فراگیریه. و من یه چیز جالبم بهتون بگم، حالا شاید جالب باشه بدونید که این اصلا کجا یاد گرفتن آخونده، شاید جالب باشه که بدونید که این آقازاده پروردن رو اینا از کجا یاد گرفتن. من خدمتتون عرض میکنم اینا از عربستان سعودی یاد گرفتن. خاندان آل سعود برای اولین بار این کار رو در دنیا باب کردن، یک رژیم دیکتاتوریه رژیم عربستان هم که میدونید، اینا اومدن یک کاری رو کردن، فرزندان خودشون رو شیخ‌های عرب فرستادن در کشورهای خارجی و اونجا گذاشتن اونها رو و پولهاشون رو بخش زیادی میفرستن. به چند دلیل، یعنی اینا فاکتورهایی رو که در نظر میگیرن، یکی اینی که اونا در خارج از کشور همکاری کنن با کشورهای خارجی
و با اونا ارتباط داشته باشن و در واقع استحکام ببخشن به اینی که اون حکومت در داخل اونجا فروپاشی براش انجام نشه. دومین دلیلش اینه که اونها به خاطر اینی که در خارج از کشور هستن مرتبا آپدیت بشن و این آپدیت شدن رو در اختیار پدران بی سواد خودشون که در داخل کشور هستن انجام بدن، یعنی در واقع به اونها کمک کنن. سوم پل ارتباطی بشن که اونجا در داخل اون کشور پولهایی که دزدیده میشه استمرار پیدا کنه که بیاد خارج از کشور، که اینایی که در قدرت هستن دهانشون بسته بشه، یعنی با خودشون اعتراف کنن بگن ما این حکومت رو اونجا نگه داریم به این علت که سالی چند میلیارد دلار پولشون داره میاد تو جیب ما و داره میاد تو کشور ما، سرمایه‌گذاری میشه میاد طرف ما. و همه این فاکتورها اینا چیزایی بودش که شما اگه علامتا تشریف ببرید برید در کانادا یا در کشور انگلستان، شما بسیاری از شاهزاده های عربستان سعودی رو اونجا میبینید که دائم دارن زندگی میکنن و اینو به مرور زمان بچه های آخوندها و آقازاده های جمهوری اسلامی که در واقع همون ظالم زاده اسلام میفرمایید اینا آموختن از اونها که با همین تاکتیک و با همین روش بتونن خودشون رو استمرار ببخشن. دقیقا درست میفرمایید، سپاسگزارم. همونطور که خدمتون عرض کردم و شما مطلع هستید، دولت آمریکا نیز در این رابطه اقداماتی کرده. از قرار برایان هوک که از وزرا هستش در آمریکا، کلیپی رو داریم، بریم با همدیگه اگر موافق هستید این رو ببینیم، برمیگردیم. سپاسگزارم میشم اگر باز مطالبی در این رابطه هست از شما بشنویم. Hello, I'm Brian Hook, the U.S. Special Representative for Iran, and I'm delighted to talk directly with the Iranian people about the issues on your mind. You've submitted over 5,000 questions to the USA Dar Farsi social media platforms, and today I'll answer a few of them. Many of you, including Manu, asked, why doesn't the United States revoke the visas or deport the relatives of the regime officials who live in the United States? Thank you, Manu, for raising this issue. I have to admit, this is another example of the hypocrisy of the regime. While regime officials chant death to America, they send their families to the so-called Great Satan to live and study here, using the resources of the Iranian people. I can tell you that we are working on it. And while I can't discuss individual cases or internal policy deliberations, you can be sure that we are pursuing all options to pressure the corrupt hypocrites in your government to change their behavior. بله، آنطور که مشاهده فرمودید هم از دولت آمریکا میبینیم که چه حساسیت خوبی رو به خرج دادن. حقیقتا همه شرایط ایجاد شده برای آگاهی و بیداری و همچنین برای سرنگونی نظام اسلامی. اینک این مردم ایران هستن که باید حکیمانه بیستید، در برابر این نظام فریب نخورید، خود فریبی هم نکنید. چرا که یکی از هموطنان دیروز با من صحبت میکرد، میگفت ما به راحتی میدونیم که آخوندها دارن دروغ میگن، دولت به ما دروغ میگه، ولی باور کنید اگر بعد رسول بگن دوباره رأی بدیم ما میریم رأی میدیم. گفت انگار اینجا یه جبی شده، هممون میدونیم به هم داریم دروغ میگیم اما چاره ای نداریم، و گویا یه مثل مریضی، یک نوع ویروس ما رو گرفته. که من بهشون امید دادم که حتی از این باور نیز ذهنتون رو پاک کنید، بایستید در برابر این ظلم، چرا که نهایتش ما پیروز خواهیم شد. اما اگر اینم بپذیریم که باید ما چاره ای نداریم، هم رنگ این جماعت بشیم، شما چگونه میتونید زندگی خوبی داشته باشید؟ دیگه خارج شدن از ایران هم امکان پذیر نیست.
من الان دوستانی رو میشناسم در ترکیه هستن، این عزیزان بیشتر از 5 سال منتظر اقامت هستن. پس خارج شدن از کشورم عزیزان مگر اینکه افراد ثروتمند باشن و به عنوان همین ظالمزادهایی که دیدیم بتونن بیان و با پولشون اقامت یک کشور رو بگیرن. اگر به فکر زندگی خودتونم هستید، ابعاد روحانی رو رها کنیم، ابعاد تصور فکری یک شخص آزاد رو رها کنیم، اما زندگی عام هم میخواهید داشته باشید. شرایط ایران شرایط زندگی عادی هم حتی در آینده هرگز نخواهد داشت. بشنویم از آقای کوروش زرابی عزیزم که در رابطه با ظالمزاده، اگر مطلبی هست خوشحال میشیم بشنویم. در غیر این صورت حتما شنیدید که متاسفانه آقای وحید صیادی نیز پیروز فوت کردن، در اینی که اعتراض کردن و در اعتصاب به سر می بردن. بله، من فقط در بخش انتهایی بگم الان توی دو ستایی رو از اینایی که میدونید، خب نوه خمینی هستش، بچه های غلام علی حداد عادل هستن، بله، و فرزند منصومه ابتکار هست، فرزندان هاشمی رفسنجانی هستن و پسر محمد جواد ظریف. اینا سرشناس‌ترین آقازاده خارج کشور هستن یا ظالمزاده خارج از کشور. بله. از این موضوع که بگذریم میرسیم به زنده‌یاد وحید صیادی. بذارید من اینجا یه عکس رو از ایشون اینجا به شما نشون بدم دوستان ببینند. این بله، وحید صیادی هست که ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم. یه تصویر دیگه هم من از ایشون دارم. بله، تصویرشون هم خودمون داریم، میتونیم بذاریم فکر کنم روی صفحه. بله، این دوستان ببینید، این تصویر هستش که من الان میارم نزدیک دوستان ببینن. بله. ایشون زنده یاد وحید صیادی هستن که من درباره‌اش صحبت کردم. ایشون در فیسبوک هم فعال بوده و در شبکه‌های اجتماعی، در توییتر، در اینستاگرام. زندانی سیاسی بوده. در نوروز امسال بعد از 2.5 سال حبس از زندان، که زندان رجای شهر بوده، از اونجا آزاد میشه. چند ماه بعدش دوباره در تاریخ اول مرداد اداره اطلاعات قم میاد اونو بازداشت میکنه. بعد از اون یه چند مدت کمی بعد از اینکه اونو بازداشت میکنن، روز 24 شهریور اون رو به اتهام توهین به مقدسات در یک دادگاه 10 دقیقه‌ای به 4.5 سال زندان محکوم میکنن. خب میدونی در ایران انقدر تعداد زندانیان زیاده که اینا رو فلهی بهشون حکم میدن، یعنی اصلا فرصت زیادی نمیذارن برای اینکه یک حتی محاکمه نمایشی عادلانه‌ای هم وجود داشته باشه. در نهایت میره تو دادگاه، حکم بهش ابلاغ میکنن، میگن برو. بله. و وحید صیادی از روز 21 مهر ماه میاد شروع میکنه، به خاطر اینکه از دادرسی عادلانه محروم بوده و اینی که اون رو در بند مجرمان خطرناک گذاشته بودن که در زندان لنگروده قم بوده، ایشون دست به اعتصاب قضا میزنه. و این واقعا داستان ناراحت کننده ایه. شما تصور کنید ایشون در اعتصاب قضا بوده و هیچ اهمیتی هم به این ندادن، یعنی ولش کردن به حال خود تا از گرسنگی بمیره. و ایشون 2 ماه تموم، یعنی از تاریخ 21 مهر تا تاریخ 21 آذر، 2 ماه تموم ایشون گرسنگی و زجر رو تحمل میکنه تا اینکه از دنیا میره. حالا من یه چیزی الان صحبت از اعتصاب قضا کردم، من به شما بگم، من خودم شخصا در زندگی تجربه اعتصاب قضا رو دارم. بله. من یک بار در یک شرایطی واقع شدم و 16 روز اعتصاب قضا کردم. بله. و این 16 روزی رو که اعتصاب قضا کردم، من قشنگ برای دوستانی که نمیدونن تشریح میکنم، چون خودم این کار رو انجام دادم، بدونن که چگونه اعتصاب قضا انجام میشه. شما وقتی که قضا نمیخورید، روز اول به شدت شما گرسنه هستید. از روز دوم یا سوم که میرسه شما نمیتونید بخوابید، به علت اینی که سیستم اعصابتون به هم میریزه به دلیل گرسنگی زیاد و تشنگی زیاد. بعد از اون تشنگی به شما زیاد فشار میاره. شما از روز چهارم به بعد دیگه توالت هم نمیرید، چون دیگه بدنتون آبی نداری که بتونید به دستشویی برید، یعنی غذایی رفته دریافت نمی‌کنید. و به مرور بدن شما قدرتش رو از دست میده، به لرزه میفتید، تا به جایی میرسه که در روز پنجم یا ششم که میشه آب دهان شما تموم میشه. یعنی در حدی میرسه که دیگه شما نمیتونی صحبت کنی، برای اینکه سقف دهن بند چسبه. این میشه روز پنجم و ششم. از روز ششم به هفتم که میرسه تقریبا شما احساس میکنی که بدن داره آتیش میگیره. یعنی همینطور از داخل بدن شما گر میگیره به علت گرسنگی زیاد،
و باز هم شما نمیتونی صحبت کنی. یعنی شما اگر بخوای صحبت کنی فقط میتونی بگی بله آره خوبم بدم. چرا؟ به خاطر اینکه میگم دهن شما آب نداره، این زخم به هم میچسبه، شما نمیتونی دهنتو بالا و پایین ببری. حالا من همه اینا روز هشتم یا نهم که بشه شما قش میکنی، یه بار به انگلیسی بهش میگن کلاپس، یه بار شما میافتی. اگر شما رو ببرن جایی ببندن یا نمیدونم یه دونه آب دونی بهتون بدن یا ندن فرق نمیکنه، ممکنه نهایتا دو روز سه روز بعد به هوش بیاد. ولی یه چیزی رو فراموش نکنید بهتون بگم، اعتصاب غذا یعنی مرگ و شکنجه تدریجی. یعنی یک انسان وقتی یه اعتصاب غذا داره برای 60 روز، یعنی بدتر از اینه که 60 روز اینو به کتکش بزنن. یعنی اگه 60 روز یه نفر رو ببرن یه جا کتک بزنن، کمتر آزار خواهد دید تا اینکه اعتصاب غذا رو داشته باشه. من اینا رو به دقت دارم براتون توضیح میدم که بدونید اعتصاب غذا، چون ما یه چیزی میشنویم از بیرون میگیم فلانی اعتصاب غذا کرد، ولی نمیدونیم که آقا وقتی اعتصاب غذا 10 روز میشه 20 روز میشه یارو چی میکشه، به کجا میرسه. یک نفر وقتی که اعتصاب غذا میکنه در انتهای قسمت مردنش که بابی سانس هم این اتفاق براش افتاد، تقریبا بیناییش هم دیگه از دست میده. درست. برای این که اون عصبها و اون آبهایی که در قندیه چشمش هست خشک میشه. یعنی دیگه نمیبینه، معدش خشک میشه، بدنش خشک میشه و اینطوری میشه که دیگه قدرتی براش نمونه و از دنیا میره. یعنی این یکی از عذاب آورترین و شکنجه بارترین نوع مرگ هایی هست که میتونه وجود داشته باشه. بله. من اینو براتون به این علت دارم توضیح میدم که قشنگ متوجه بشید که ما با چه حکومت جنایتکاری سر و کار داریم. بله. بله. ما با چه رژیم وحشی سر و کار داریم که اصلا و ابدا برای جان انسان ها ارزش قائل نیست. من یه مطلب کوچیکی را اینجا براتون بخونم از جمله از آقای تاجزاده. این مردی که تاجزاده، ایشون معروف است که اینکه اصلاح طلب هم خیلی هم میگن خیلی خوبه. ببینید ایشون چی گفته، همین تازه تازه ایشون گفته سر و ته قضیه 88 رو که دقت کنیم همش 200 نفر کشته شده. اون همه آشوب طولانی همش 200 تا کشته. ما در انقلاب در اعدام مخالفین خیلی با احتیاط عمل کردیم، کلن 500 نفر اعدام شدن، تازه اونا هم دزد فاسد بودن، معلوم نیست بیدین بودن، بهایی بودن، چی بودن. شما اگر نگاه کنید ایشون درباره رقمی که داره صحبت میکنه درباره جون آدم ها، این تازه آدم خوبشونه به قول خودشون. بل. این مثلا انگار جان آدم ها بادمجونه که شما داره خورد میکنه، میگه 200 تا بوده اونم نه 500 تا مهم نبودن، فاسد بودن، بهایی بودن، نمیدونم چی بودن. حالا مثلا فلان جا یارو از حساب قضا کرد مرد که مرد. بل. یعنی این تفکر اینا رو شما تهش نگاه کنید اصلا برای ارزش های انسانی هیچی ارزش قائل نیستن. من یه نکته دیگر هم خدمتون عرض کنم، البته مایه تعصب و تعصره که من به شما بگم. خواهش. این طولانی شدن مدت رژیم جمهوری اسلامی در ایران خیلی 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 تأثیر بدی گذاشته روی مردم. متأسف. و این تأثیر بد باعث میشه که ما امروز میبینیم مردم حمایت زیادی نمی کنن. حالا تظاهرات های انجام شده، من اینجا نوشتم دیدم سه تا تظاهرات شما هستم قد اقل میدونم اخبار امروز تجمع اعتراضی قارت شدگان مؤسسه کاسپی هست در کرمان، تجمع اعتراضی لنجداران مقابل فرمانداری هندیجان و کفن پوش هایی که الان تقریبا 34 روز هستش که کارگرهای گروه ملی فولاد اهواز اونجا دارن میان و حقشون رو میخوان و به حقشون هم نرسیدن. حالا متأسف. اینا ببینید ما مشکلی که داریم اینا تعداد کافی نیستن برای سرنگونی رژیم. خوبه بلند میشن حرکت میکنن، ولی این شده مثل این جنگ فرسایشی. یعنی اون حد نصابی رو که بتونه حکومت رو سرنگون کنه ما نداریم. چرا نداریم؟ به علت این که همون دو که شما فرمودید مسئله ظلم و ستم و جنایت در ایران عادی شده. یعنی انقدر تو ایران آدم کشتن، انقدر ظلم و جنایت انجام شده، انقدر کلاه برداری شده، بسیار بسیار عادی شده. بس. من یادم میاد یه مطلبی رو، ارزش ها عوض شدن در ایران. من 27 سال از ایران اومدم بیرون، یادم میاد 27 سال پیش ما وقتی که تو ایران بودیم یه نفر رو میخواستن بهش مثلا توهین کنن، میگفتن یارو مرد رنده. یارو میگفتن وقتی مرد رنده یعنی میخواستن سنگ روی یخش بکنن، میگفتن این آدم یه آدم قالتاق
سازمان عوضی مرد رنگه. من چند وقت پیش برخورد کردم با یکی از ایرانی ها تو همین مرکز شهر فرانکفورت، داشتیم با هم سوار قطار میشدیم، داشت از یکی از هاگم از ایران اومده بود، داشت از یکی از دوستاش تعریف میکرد واسه من، گفت ایشون خیلی بچه زرنگیه، میدونی چیه؟ مرد رنده. عجب. و من اولش پیش خودم گفتم خب این داره چی میگه، بعد یه دوست دیگه ای هم اونجا نشسته بود، گفتم مگه عیبی نداره؟ گفتم مگه عیب هم داره؟ خب آدم باید مرد رند باشه. بله. و اینجا من فهمیدم که چگونه ارزش ها در جمهوری اسلامی عوض شده. بله. طرف بعد خب میبینه یارو، شما میبینید یارو داره یه عده رو اعدام میکنن، مردم نگاه میکنن میگن خب مگه بله امنیت داره تو کشورمون میاد؟ من یه جا نشسته بودم، یه چلو کبابی داشتم، چلو کباب میخوردم، یه آقای نشسته بود روبرو، گفتم که جمهوری اسلامی خیلی عیب داره، گفت نه خیلی خوبی هم داره. گفتم مثلا چی؟ گفتم مثلا چه خوبی داره؟ شما میگونی به من چی گفت؟ گفت یکی از خوبیاش اینه که کسایی که امنیت کشور رو به هم میزنن میارن تو خیابون اینا رو دار میزنن. عجب. شما ببینید اینا فاجعه است. یعنی من وقتی اینو گفت ببخشید این چلو کباب زهرمارم شد وقتی داشتم میخوردم. گفتم ببین کشور ما به چه سقوطی رسیده که آدم کشتن توی خیابون‌ها، اینو یه آدمی که تازه ایشون میگفت من مخالف جمهوری اسلامی ام، جالب اینه این آدم میگفت من مخالفم، ولی میگه حالا این کارش اینم عیب هم نداره، تو خیابون میه مردمو دار میزنن. بله. یا نمیدونم فرض کن شما اگه سر کسی کلا بذاری، کلا گذاشتن که سر دیگران خر مرد رندی یا ردی میشه زرنگی، میگه آفرین باری کلا تو چقدر زرنگی که دونستی سر اینا اونو کلا بذاری. بله. و اینا تأسف‌باره که در جامعه ما باهاش میبینیم، و امروز همین شده که جمهوری اسلامی 40 سال مونده توی ایران، خیلی از افراد براشون این مسئله عادی شده، میگه خب حالا بریم رأی بدیم، حالا اینم رفتی که دیگه بلند شو میاد بالاخره، حالا اون کمتر دزدی میکنه. بله. یا کمتر آدم میکشه، نه حالا اینقدر به این بدیام که میگن نیستش، حالا این یکی از اون یکی بهتره. یعنی حق اولیه ابتدایی رو انسان‌ها، مردم ایران، برای خودشون دیگه قائل نیستن. بس. برای خودشون اون لیاقت و کرامت انسانی رو که باید قائل باشن متأسفانه می‌بینیم اکثرا قائل نیستن. ما الان می‌بینیم بسیاری از مردم دارن تظاهرات می‌کنن. برای چی تظاهرات می‌کنن؟ پولمون کجاست؟ خب این بدبختی کشور ماست که تظاهرات ما برای عدالت نیست. بس. برای اینه که پولمون کجاست؟ یعنی من. چی؟ یعنی شما بیا پولا رو بدی به اینا، اینا میرن خونه‌شون میشینن. درست. متأسفم. واقعا باید خون گریه کرد بین اوزا. بله، متاسفم. خب همه اینها برمیگرده به نوع تعلیم. خود شما آقای ضربی عزیز چون اهل علم و مطالعه هستید، خوب میدید که انسان آفریده شده که تعلیم بگیره و تحت تعلیمات هست که ثمره نشون دهنده اون نوع تعلیم و شخصیت او هست و اهداف او هستش. امروز من که به عنوان یک خادم خداوند هستم، از کلام خداوند یافتم که خدا انسان رو شکل خودش آفریده و اولین برکتی که من میبینم خدا به انسان میده، آزادی به انسان میده، چرا که این آزادی رو میده با توجه به اینکه به اون میگه از این درخت و درخت نیک و بد نخور، درخت حیات نخور، اما مانع نمیشه خداوند، میتونه اون میره استفاده میکنه. و انسان اگر برگرده به اون هویت اصلی و ماهیت اصلی خودش که به چه هدفی آفریده شده، در چه مسیری باید قدم برداره، مسلماً میتواند که اون روش درست انتخاب کنه. ولی الان تو جامعه اسلامی که 40 سال سعی بر این کردن، آخوندهایی که خودشون نه علمی داشتن نه دانشی داشتن، اومدن اونها حاکم شدن و همون روال بیسوادی بیدانشی رو تحمیل کردن در اصل روی مردم ما، خب بیشتر از این انتظار نمیشه داشت. هرچند هستن جوانانی که خردمند هستن، هرچند هستن افرادی که متخصص هستن، واقعا اون آگاهی و دانش رو دارن، باعث یک نوع حرکتی در ایران دارن میشن، اما متاسفانه وقتی به عموم موضوع نگاه میکنیم، شاهد بر این هستیم که مردم گویا آنچرا که تحمیلشون شده متاسفانه پذیرفتن، بی هدفی رو فقط به فکر یک خوراکی باشن، یک شرایط شن. اما در هر صورت شما خودت شرایط رو چگونه میبینی از نظر نظام اسلامی؟ چون حتی الان امروز اگر مردم تظاهرات هم نکنن، با توجه به این که ما داریم میبینیم که
اینها منزوی شدن از چشم مردم دنیا، از چشم کشورهایی که قبلا رابطه داشتن، از اروپا، استرالیا، آمریکا، کانادا، اینا الان در از منزوی هستن. و تا کی میتونن با این همه فشارهایی که روشون هستش بتونن تحمل کنن؟ دیدگاه شما چی هستش؟ خواهش. واقعا اگر ما بشیم به خیلی واقع‌گرایانه ارزیابی کنیم نمیتونیم قطعی بگیم. ببینید چونی تا الان توش تردیدی من ندارم، من میتونم به شما بگم اینا سال 97 رو رد میکنن، یعنی سال 1397 رو ما با کمال تأسف باید با وجود این رژیم استبدادی باشیم. اینا سالمین سالشون رو جشن خواهند گرفت، علی رغم اینی که واقعا یک خبر بد و تأسف‌بار خواهد بود، اما اینو مطمئن باشید که ایتالیا نخواهد شد که شما شب بخوابید صبح بلند شید و اینا برن. یک مسلم نخواهد افتاد. چرا؟ به علت اینی که نیروی نظامی که در ایران وجود داره به طور کامل در کنترل خودشونه. یعنی الان ما یه نیروهای نظامی نداریم تو ایران که بگیم از یک فاز دیگه برخوردار هستن و امکان داره بیان الان کودتا بکنن اینا رو بندازن اونا بیان سر کار. درست. چند گزینه وجود داره برای حکومت دیگه. بله. باید یه کودتایی بشه یا اینی که مردم بیان بلند شن. بلند شدن مردم ما الان نگاه کنیم ببینیم بلند میشن، ارزش داره کارشون. شما مقایسه بکنی اون جب شکسته دیگه مثل قدیم نیست. شما بله. سال پیش نمیدیدی کسی بلند شد آقا تو خیابون بیاد. درست. درست. خبران نبود. شما اینجا خودزنی هم که میکردی هزار نفر تو خیابون نمیرفتن. درست. الان میرن. بله. اما مشکلش اینه که به اون حد نصابی که باید برن نمیرن. این کار میشه یک نوع عرض کنم به خدمتون مبارزه فرسایشی، یک نوع جنگ فرسایشی. یعنی نه اینا برنده میشن این بره خد، نه اونا برنده میشن اون بره خد. میشه مثل کارش مشابه میشه با جریان انقلاب سوریه. بله. نگاه کن توی زمان سوریه چجوری بود. هی مردم میمادن تو خیابون، هی از اون طرف اسد اونجا بود، هی دوباره مردم میومدن دوباره اسد بود، دوباره مردم میومدن. و این کار فرسایشیه. بله. یعنی شما نگاه کن. بعد از این طرف مشکلی که ما داریم اینه که جامعه جهانی به اون اجماع جمعی نرسیده که جمهوری اسلامی بره. اجماع جمعی مثل مثلا فرض کنید زنده‌یاد محمد رضا شاه تقیم به این صورت بود، در گوادلوپ اومدن کنفرانسی گذاشتن، سران دنیا جمع شدن، دستشون هم گذاشتن رو هم، گفتن شاه باید بره. بله. تموم شد، رفت. اومدن زمان مبارک بود، اجماع جمعی شد، گفتن مبارک باید بره. تموم شد، مبارک رفت، دستشون رو گذاشتن رو هم، گفتن معمر قذافی باید بره. بله. بله بله بله. شما سرمایه 1000
میشده $300 الان یه میلیون تومانی میشه مثلا $70 $100 درست. ضرر مردم ما، این بدبختی مردم ما، و تا زمانی که این اجماع جمعی انجام نشه، مردم جمع نشد، تا زمانی که بگن حالا بهتره، این مسئله ادامه پیدا میکنه. شما میگی که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دو حال داره. اگر مردم این ذلت رو بپذیرن، حتی جمهوری اسلامی میتونه 10 سال دیگه هم ایران بمونه. چجوری میتونه بمونه؟ نمونهشو براتون عرض میکنم خدمتتون. صدام حسین، شما اگر یادتون باشه، صدام حسین در عراق بله موقعی که اومد حمله کرد به کویت شکست خورد. بله اتفاقی افتاد. آمریکا جورج بوش پدر به چند روز پیش از دنیا رفت، ایشون اومد یک تحریم بزرگی رو بر عراق گذاشت. بله بله. در مقابل عراق میتونست از جامعه بین المللی در سازمان ملل به صورت سهمیه حل و توزیع نون و مواد غذایی و خوراک و دارو تحویل بگیره به مردمش. یعنی تو عراق همه چی شد کوپنی، مردم هم چجوری به صورت کوپنی زندگی میکردن. بله. یه مدتی اسکی میکرد. چه سالی شما یادتون تحریم گذاشتن؟ 1992. بله. نشون به این نشون 1992 اونا تحریم گذاشتن. صدام حسین سر کار بود، پول عراق اومد با پایین. من یادم میاد تو خارج از کشور میدیدم دسته دسته عراقی ها میان بیرون. من یادم میاد یه کمپی بودم در شهر کرد، یک مرد عراقی اومده بود یه مقدار خاک عراق دستش بود، اینو هیچ موقع یادم نمیره، و اینو آورده بود دنبالش خاک عراق رو زمان صدام حسین بود. گریه میکرد میگفت ببین ما هر کاری میکنیم صدام بدازیم پایین، نتونستیم بدازیم پایین، و این خاک عزیز کشورم که آوردن. عجب. صدام بود، مردمش در بدبختی زندگی کردن. 11 سال صدام حسین بود با همون تحریم ها، با وجود همون تحریم ها تو سر مردمش زد، مردمش رو خوار و ذلیل کرد. کشورهای دیگه اومدن سرمایه های عراق رو به قیمت مفت و صنار خریدن. 11 سال دیگه همون اینجا بود. آخرش چجوری رفت؟ آخرش اینطوری رفتش که مردم عراق هم بلند نشدن، خود آمریکا بلند شد، حمله نظامی کرد، برش داد. آیا فکر نمی کنید که اگر مردم ایران بلند نشن، همین سرنوشت در اختیار ما باشه؟ بله بله. متاسفم. 10 سال مردم ایران رو بکابه، 10 سال دیگه رو سر مردم سوار باشه، 10 سال دیگه ثروت‌های ملی ایران از ایران خارج بشه به قیمت مفت و صنار، نصیب کشورهای دیگه بشه. این جمهوری اسلامی هی تو سرش بخوره، تو سرش بخوره، تو سرش بخوره، مردم ایران همینطور دوزور پیدا کنن. بعد از اینکه رسید از این بالا به پایین به پایین به پایین، بعد بیان حمله کنن ایران رو بزنن. بله. و اگر مردم ایران بلند نشن، من با قطعیت میگم که سرنوشت ایران همین خواهد بود که الان به شما گفتم. مسلم. یعنی جمهوری اسلامی میمونه در حد ضعیفش، هم میمونه در حد بدبختی و بیچارگی مردم، میمونه دوسترش میزنن، میمونه باج میده، حتی میتونه بخشای از کشور رو اجاره بده، بده بره، ولی نمونه. بله. همچنان که رابط مقابه همین اتفاق براش افتاد. شما یادتونه در زیمبابوه؟ بله. رابط مقابه رو افتاد دو سال 2008 ایشون به زور تو سرش زدن، تحریمش کردن، ولی برش نداشتن. نون توی اون کشور 10 سال مردم اونجا رو سرویس کرد. بله. 10 سال دیگه تو اون کشور زد تو سره. یعنی کاری شد که پول اون کشور رسید به اندازه‌ای که اندازه زباله بود، کیسه کیسه باید جمع می‌کردن پولشو، می‌بردن می‌دادن یه دونه نون می‌گرفتن، ولی بود سر کار. بله. اگر مردم ایران کرامت و شرافت انسانی خودشون رو قدر نشناسن و به خودشون نگن که این حکومت لیاقت ما نیست، این شرایط لیاقت ما نیست، همین خواهد بود که به شما گفتم. متاسفانه با توجه به این که جنس آخوند و جنس این ایدئولوژی اسلامی، مسلماً تمام حکومت‌های ایدئولوژی حکومت‌های خیلی بدی هستن، به طور خاص ایدئولوژی اسلامی بدترین نظام هست، و این جنس جنسی است که همون گونه که شما فرسایشگری رو فرمودید، اصلا اگر 8 سال جنگ ایران و عراق رو که خود دلیلش نظام اسلامی و این که اجازه داد طولانی بشه خود نظام اسلامی بود و نگاهش بر این بود، چشماندازش این بود که نظام رو نگه داره حتی در جنگ، و چه بسا که الان بهترین شرایط است برای نظام، چرا که
توانسته مخالفین درون خودش هم به نوعی متحد کنه با خودش. در این کنار درست داد میزنن، فریاد میزنن، اعتراض میکنن، اما کنار خودش مانند یک دیوار سفتی نگه داره و اگر همون گونه که شما فرمودید مردم در این سکوت بمونن مسلما آسیب خواهند خورد. اما درست دقایقی بیشتر وقت نداریم، اما نظر شما رو میخوام بدونم آقای زرابی عزیزم. تصور میکنید که کار اپوزیسیون، که از نظر من دیدگاه من این هست اپوزیسیون به هر حال میتونن همه مخالفینی که بیرون هستن، حالا با بازوهای ضعیف مثل خود ما و یا بازوهای قوی تر که افرادی هستن که سالهاست دارن با دانش و اون فعالیت‌هاشون، اون امکاناتی که دارن با نظام اسلامی می‌جنگن، مبارزه می‌کنن، کار این اپوزیسیون خارج از کشور فکر می‌کنید برای سرنگونی نظام اسلامی آخرین تصمیمشون چی میتونه باشه؟ الانو نمیگم، آخرین تصمیم رو چه تصمیمی بگیرم که بتوانن این مردم رو به اون شور و حال بیارن، برای سرنگونی این امید رو به دل مردم قرار بدم و خودشون هم حرکتی باشم، حرکتی که همیشه تعلیم دهنده، پند دهنده، نصیحت کننده نباشه، بلکه ما ببینیم که این اپوزیسیون داره کاری رو انجام میده تو کشور ایران. جان از شما ممنونم که سوال از من پرسید. خواهش دشواری. بله. و من هم عادت ندارم که به سوالهای دشوار به صورت کلاسیک جواب بدم. خواهش جوابای کلاسیک و تکراری رو نمیدم. خواهش بلکه اون چیزی رو میگم که احساس میکنم میتونه جواب روراستی باشه که خیلی ها هم شاید براشون ناراحت کننده باشه. لطفاً بفرمایید. اپوزیسیون نمیتونه به عنوان یک مبدأ، به عنوان یک پایه اساسی برای سرنگونی محسوب بشه، ولی میتونه یک چرخ دنده باشه برای سرنگونی. بله. میدونید چرا؟ بله. من الان خدمتتون عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم. شما الان بشین یه کاغذ بیارید، یه صد تا از این فعال‌های مشهور اپوزیسیون که هر کدوم هم حالا برای خودشون یه مقداری طرفدار دارن. اینا رو بله. همه رو اسمشون رو بنویسید رو کاغذ. اصلا در بهترین حالت ممکن بیاد اینا رو همه رو با هم متحد کنید. بله. همه اینا رو مثلا شما بیا که نمیشه. حالا من بهتون بگم، من حتی کده اسپورت گذاشتن اسما اینا رو با هم حد کردن، یا به زنگ زده به من گفته آقا شما چرا روی این پرسه اسم اونو گذاشتی، اسم من هم تک کرد. یکی بوده اصلا پشت خواهر مادر داده آقا شما چرا در فلان لیست که اسم اینو آورده بودی اسم من هم بود. و یادم بیاد همین یه مثال به شما بزنم. خواهش گذاشته بودیم ما چند روز پیش و من گفتم بذارید من سپاسگویی کنم از یک سری از فعالای اپوزیسیون که اینا مثلا اومدن از این دختر شایسته حمایت کردن از این پروژه. درست. اما مثلا فقط چهار تاشون بوده اینا با هم دیگه دعوا می‌کردن. بذارید من قطع کنم متاسفانه صدای ایشون قطع شد. بریم با هم یه سرودی رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم تا بتونیم با کوروش عزیزم شم. بریم با هم سرودی رو داشته باشیم.
با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون. با عرض پوزش لحظه آقای کوروش زرابی رو نتونستیم داشته باشیم. ایشون داشتن در رابطه با اپوزیسیون صحبت میکردن که خود اپوزیسیون اتحادشون، اتحاد کردن و متحد شدنشون چقدر سخت است و مطالبی رو عنوان کردن که حتی ایشون وقتی سعی کردن افراد اپوزیسیون رو برای دختر شایسته کنار هم قرار بدن، گویا افرادی بودن که به ایشون انتقاد کردن. حالا ادامه فرمایشات ایشون رو خواهیم شنید. با شما هستیم آقای کوروش زرابی عزیزم، بفرمایید. شایسته که خیلی هم خوب بود، پرچم شیر و خورشید هم در چین رفت بالا، خیلی هم من بهش مثبت نگاه میکنم. اما در این حال من میخوام اینو به شما بگم، من اومدم خب به فعالای سیاسی گفتم بیان حمایت کنه. خب بسیاری فعالا بودن با هم دیگه اصلا ارتباط نداشتن، اومدن هر کدوم، اونا خبر نداشتن که اون یکی که باشون بعد حمایت داره میکنه، اونا از طرف خودشون اومدن اعلام حمایت کردن. درست. آخرش که تموم شد من اومدم یه کاغذ برداشتم، اسم همه فعالا رو نوشتم، گفتم خب من به عنوان کسی که اومده این برنامه ریخته الان اسمتون رو میخونم، ازتون تشکر میکنم. این برنامه رو من گذاشتم، هست الان ویدیوش هم هست، شروع کردم اسمشون رو خوندم، یه اسم 78 تا آدم بود. بله. آقا من وقتی خوندم هنوز روی لایف بودم، به من زنگ زدن گفتن آقا شما بی خود کردی که اسم ما رو مثلا به فلانی آوردی. عجب. تو به چه حقی اومدی اسم اون رو آوردی تو همچین چیزی؟ و این به دعوایی رسیده که همین الانی که بنده الان که نشستم روبروی شما، همین الانش ما توی دعوا هستیم. واو، متاسف. بنابراین پروژه اتحاد اصلا کلا فراموش کنید. یعنی اگه الان کسی بیاد با من صحبت اتحاد اینا بکنه، میگم شما یا اینی که ساقیت خوب بوده، خوب زدی، یا اینی که منو گرفتی. برای که اصلا چیزی نداریم، مثلا اصلا واقعیت بله نزدیک باشه. بله. اما در مورد اینکه چه کسی میتونه این کار رو انجام بده و اجماع جمعی رو داشته باشه، من میگم فقط شاهزاده رضا پهلوی. مشکلی که وجود داره اینه که ایشون به اون شکل کافی که باید بیاد این خودش رو ارائه بده به عنوان مستقیم رهبر، مستقیم بیاد بگه آقا من رهبر اپوزیسیونم، من الان از مردم میخوام بیام بریزم بیرون. بله. این کارو نکرده. حالا یه عده دستمال به دست الان امکان داره الان این طرف باشن، من میدونم الان شما به صدای منو پخش کنی، یه عده دستمال به دست رو بادم تو دور قاپچین سری بیان بگن آقا شما چی کاره هستی که اصلا همچین پیشنهادی به شاهزاده دادید؟ خدمت این دوستان عرض کنم جمعش کنید، برید دنبال کارتون، دور و بر منم آفتابی نشید. به همه کسانشو میدونم اینو، از همین الان میدونم که الان من حرفو بزنم، یک عده دستمال به دست و بیمار و افراد عقده‌ای و افرادی که واقعا کمبود دارن در عوالم هفرود زندگی میکنن، سریع میرن اطلاعیه مینویسن که مثلا فرض کن فلانی چرا این حرفو زد، اصلا در چه مقامی بود که این حرفو زد. درست. همه اینا برن دنبال زندگیشون، دور و بر منم آفتابی نشن. بله. اینم گفتم بهتون بگم. سپاسگزارم. ممنون و سپاسگزار از این که با ما بودید آقای کوروش زرابی. خیلی میل داریم که بیشتر از اینها در خدمت شما باشیم. دو سه دقیقه وقت داریم، در این چند دقیقه اگر مطلبی در ذهنتون هست جزو اخبار جدید، اگر مطلبی دارید، چون که متوجه شدم شما در کنار که صحبت میکنید اخبار روی صفحه فکر میکنم لپتاپ و کامپیوترتون هم داشتید نگاه میکردید، متوجه این شدم. میکنم تا اونجایی که بتونم خبرهای جدیدی که به من برسه من داشته باشم. بله بفرمایید. من اینکه باز هم خبر شدم که یک شرکت نفتی بزرگ روسیه بله. از ایران رفته، یعنی یک پروژه دیگه، سری پروژه هایی رو در ایران داشته، انصراف داده. درسته. و خارج شده از ایران. حالا شما یه موردی رو هم توجه بکنید. خواهش می‌کنم. همه ضررهایی هست که به مردم ما میخوره. مسلم. یعنی میان مخصوصا روسیه که از کشورهایی که همیشه کشور ما رو مورد سوء استفاده قرار گرفت. متأسفانه سر جریان نیروگاه بوشهر یادتون باشه، میدونید نزدیک به بیش از 300 میلیارد دلار پول دادن به روسیه بابت اینکه بیاد اونجا پروژه اتمی بزنه. بله. آخرش هم اون برجامو امضا کردن، همه اون 300 میلیارد دلار انگار تریکتنش توی سطح آشغالی. بله. دقیقاً. الان هم یک سری پروژه های نفتی رو با جمهوری اسلامی، ببین اینا میدونستن جمهوری اسلامی میره تو تحریم، اومدن پروژه های نفتی رو با ایران بستن، قرارداد رو بستن. البته روسیه هم به کسی تاوان پس نمیده. بله بله بله. تاریخش نشون میده. یعنی میاد میدونه که ایران میخواد تحریم بشه، قبلش میاد قرارداد رو میگیره،
همه چیزا رو میگیره، جنسا رو میگیره، پولشو نمیده، میگه تحریم شد، حالا بری هر کاری میخوای بکن. باج غیر مستقیم، باج غیر مستقیم. میگه آقا شما زورت میرسه بلنشو بیا به روسیه حمله بکن. اگه زورت میرسه ناراحتی چی میگی؟ و اینطوریه که این بدبختی مردم ما که همچین حکومتی کلا دارن به تمام دنیا باج میدن برای اینکه بمونن. بله. و تا الانش هم تا زمانی که مردم بلند نشن و تا زمانی که رهبری قدرتمندی نباشه که اینها رو بتونه منسجم بکنه، همین هاشو همین کارا. متاسفم. سپاسگزارم از شما، از اینکه با ما بودید، دعوت ما رو پذیرفتید. آقای کوروش زرابی عزیزم، از خداوند میخوام که قوت خدا با شما باشه، با خدمات شما برادر عزیزم. حالا یه چند لحظه هم در تو آلمان بگیم، الان هوا چطوره آلمان؟ شما سوال خوبی ازم پرسید در مورد هوا. من اتفاقا امشب با اینکه دو تا کت پوشیده بودم، یعنی هم یه کت و هم یه دونه با روش کت دیگه پوشیده بودم، کت بلندتری، آخ جان، آخ جانم، جانم. شما هوای سرد دوست داری؟ بله، من هوای سرد و خنک رو خیلی دوست دارم. من باید بیام آلمان فکر کنم. حتما بیاد پیش من. حتما. من باور کنم، من اینجا گاهی به خاطر اینکه عزیزانی که اطرافم از هوا که سرد میشه یه کت میپوشم که بگم بالاخره ایشون فرق زمستون و تابستون رو میده. در غیر صورت تو زمستونم من با یه پیرن آستین کوتاه توی لس آنجلس هستم، هرچند لس آنجلس خیلی سرد نمیشه، ولی سوئد هم که بودم لباس کم تنم میکردم. زمستان رو خیلی دوست دارم و اینجا کم. شما چند سال توی سوئد زندگی کردید، به مرور عادت کردید؟ یعنی بله، احتمال داره. از نظر همینطور خود شرایطی عادت کردید و ترجیحتون اینه که توی هوای سرد باشید؟ احتمال داره. من در حضور شما دوستان عزیزانی که اینجا هستی از شما دعوت خواهش کنم که در آینده نزدیک نه چندان دور همینجا بیای پیش من دیدن. حتما من حتما بیا همینجا برنامه تو اجرا کنم. آمین، با فیض خدا. آمین. اگر دوست داشتی بیا منزل من، من خیلی خوشحال میشم. سپاس دعوت رسمی دارم در این برنامه از شما انجام میدم. سپاسگزارم. همینجا پیش من بیای، هم با شما چند روزی دیدار داشته باشم، هم از سر لذت ببری، همینجا برنامه با هم اجرا می‌کنیم. باعث افتخار ما هست. همچنین متقابلا ما خوشحال میشیم شما تشریف بیارید، در خدمتتون باشیم. از راه دور میبوسمتون، سپاسگزارم که با ما بودید. آقای زرابی عزیزم، شما رو به دستان خداوند میسپارم. فیض خداوند باشه. عزیز. خواهش کنم. با سپاس از اینکه هموطن عزیز با ما بودید. همون گونه که میدانید داریم نزدیک میشیم به ایام کریسمس. پیشاپیش تجسم خداوندمون عیسی مسیح رو به تک تک شما عزیزان شاد باش میگویم و دعوتتون میکنم که با ما باشید 23 دسامبر در کلیسای پرستان مسیح. آدرس رو حتما پایین صفحه خواهید داشت. ساعت 1 بعد از ظهر جلسه ما شروع میشه، جشن ما، و تا ساعت 5 و 6 خواهیم بود، چرا که برای صرف خوراک نیز کنار هم خواهیم بود. روز بسیار خوبی خواهد بود. هموطنان عزیز، احتیاجی نیستش که تصور کنید که حتما باید باور شما یک باور مسیحی باشه. با هر باور و هر اندیشه‌ای که هستید، در خانه خداوند کلیسای مسیح برای شما باز است و در کنار سرودها، تئاتر و پیام کریسمس نیز میتونیم مشارکتی رو داشته باشیم و از هم و از حضور خداوند نیز که اونجا با ما هست لذت ببریم. سپاسگزار هستم از هموطنانی که برای ما فیلم ها و صدای خودشون رو فرستادن به عنوان تبریکات کریسمسی. ما سعی کردیم کلیپی رو آماده کنیم و اونها حتما پخش خواهیم کرد توی برنامه ها. خیلی از عزیزان امروز صبح دیدم که بازم از ایران فرستادن، سپاسگزار هستم. به فیض خداوند حتما اونها رو هم از آقای یاسر عزیزم که جا داره تشکر کنم، در اتاق فرمان هستن و ما رو هدایت میکنن در این مسیر. ایشون زحمت این رو خواهند کشید و به صورت کلیپ ما روی فیسبوک خواهیم گذاشت و یا توی برنامه هامون پخش خواهیم کرد. باز در انتها از شما عزیزان میخوام در ابتدا برای ما دعا کنید، برای خدمت ما در کلیسای پرستان مسیح، برای خدمت ما برای آزادی کشور عزیزمون ایران، برای خدمت ما در شبکه امید جاودان و همچنین عزیزان دست یاری به ما بدید. لطفاً مهم نیست چه مقدار از نظر مالی میتونید به ما کمک کنید، ولی خواهش میکنم لطفاً دست یاری به ما بدید. با هر مبلغی میتونید روی سایت ما برید، www.pwoc.church. اگر مراجعه بفرمایید، شما می توانید از ویزا کارت و کارت کریدیت استفاده بکنید و یا با شماره تلفن 818 716 4 تا 0 با ما تماس بگیرید. لطفا مسج بذارید،
تلفن‌های بسیاری هست، نمیتونیم همه تلفن‌ها رو جواب بدیم. مسیج بذارید، با شما تماس میگیریم و بتونید مبلغی رو از آنچه را که به هر حال خداوند به شما میده، قسمتی رو به کار خود خداوند بسپارید برای جلال نام او. فیض خداوند عیسی مسیح با شما عزیزان باشد و بماند تا ابدالآباد. آمین. تو صدای ساز ماجی، پرشکوهی آخشان. برنامه ویژه کریسمس بر کلیسای پرستندگان مسیح، یک شنبه 23 دسامبر 2018. تو صدای ساز ماجی، پرشکوهی آخشان. همه آرامش و تسکین واسه عاشقای دلتن. به برنامه در زندگی خوش اومدید. امروز با برادر و دوست عزیزم رضا جان قرار داریم و فقط بدونید که